خب چرا نمیکشه؟ آهای بر این کی این درس رو درست متوجه شده؟ سید امیر حسین گرفتی پسرم با هم انجامش دادی؟ کی این درس رو درست متوجه نشد؟ اماد؟ اماد؟ دوربین بده؟ من متوجه شدم. سلام، خوبی؟ بله. درست متوجه نشدی این درس رو؟ متوجه شدم. بچه ها دستتو بالا. یکی از قربونه تو برم من اینقدر دیرینی. خب حالا که دستو بالا کردی دست خالی بر نگرد. بیا 410 و من تو دستم بنویسم. نه اینو نوشتی شما؟ نه نوشته بودی؟ چه اما دیشب کلی بهت خندیده برای اون حل اون کتابه با به پسشون دادم کلی با هم خندیدیم. میگم ببین چه با من زرده. یه سر لبخند بزن جان من. خب اماد اینو برای من توضیح بده چی کارش کنم. اول 302 با 410 جمع میکنیم. بچه ها ببینید اماد چی گفت. 310 رو با 300 جمع میکنیم. خب چند میشه؟ میشه 710. 710. خب چی میایی؟ بعد 20 میان پایین 10 می نویسیم. آفرین. خب 20 پایین 10 می نویسیم. حالا میایم 20 رو با 710 جمع می کنیم. 20 رو میایم با 710 جمع میکنیم چند؟ میشه 730. آفرین. اما دیگه نیاز ما اون صفر رو بیاریم پایین؟ نه دیگه، چون تاثیر تو جواب ما نداره. بعد بچه ها اینو همین قسمت پایین کتاب جا میشه. مرسی اماد جونم. این راه حل دقیقا همینجا جا میشه، دیگه نیاز نیست برین بغلش، راهش کوتاهه. یه عدد ما صفره، این صفر میتونه یکانه باشه، این صفر میتونه دهگانه ما باشه. لطف کنید جوابو من پای تخت حل میکنم دونه دونه، ولی باز هم کتاب برای من ارسال میشه پر از غلط. لطفا درست حل کنید. میدونین چرا؟ چون این مرجع شماست، چون قراره که ما اینو با هم اینو درست حل کنیم. موقعی که مسئله میدم شما میرین چیکار میکنین؟ میرین به کتاب نگاه میکنین. چشم حتما خودم چیز هست. خب آقای کامیار دستتو بالا کن. کامیار اینو با هم حل کنیم. 605 به اضافه 203. خب چجوری حلش کنیم؟ به هم کمک کن. اول دورشون یه دایره میکشه. عدد بالا با صدگان عدد پایین. ما عدد پایین رو یکی یکی با میبریم جمع میکنیم. خب چه عددی میشه؟ اول صدگانه رو هم جمع میکنیم. بله میشه
605 با 200 میشه؟ میشه 4. نه جمعه. 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 آره. 8 میشه. 805. چرا؟ ما عدد آره کامیار، ما کل عدد بالا رو باید بیایم با صدگان عدد این جمعش کنیم. خب میشه 805. درسته؟ خب دیگه باید چه کار کنیم؟ چی رو بیاریم پایین؟ باید سراغ دهگانا. دهگان بالا رو میاریم پایین؟ همه رو، هرچی عدد مونده رو میاریم پایین. هرچی عدد رو میاریم پایین. خب جواب ما چند میشه؟ 0-0 هم میاریم میشه؟ میشه 805. نه دیگه گفتی موقعی که درسته ها حرف شما، ولی موقعی که چه تأثیری داره تو جواب ما؟ یهو میایم یکانمون هم با هم جمع میکنیم، چون دهگان ما صفره، یهو میایم یکانمون هم با هم جمع میکنیم، یعنی راهمون رو کوتاه‌تر میکنیم، میشه جواب 808. دیدی همینو بنویس تو دفترت، تو کتابت، حالا دفترت. بچه اون چیزی که کامیارم گفت درسته ها، ولی کن موقعی که ما جوابمون میتونیم کوتاه بکنیم. بچه امروز من تفریقشو نمیگم، فقط جمعشو میخواستم کل این صفحه رو بهتون درس بدم، ولی فقط جمعشو امروز 5 تا برای میگم تو انجام میدین و برای من میفرستید همراه با تکتون. پس من الان این 605 رو میام اینجا میزم 605 به اضافه 203 که جواب ما میشه 800 و کل عدد بالا دیگه با صدگان عدد پایین. 805 0 بچه این راه حلشه. خب پسر گلم مهراد نقوی، پسرم فقط برای من یه انجام بده، خود تنها انجام دادی یا با کمک؟ امیر صدرا دوربین بده به من. امیر صدرا آخری رو بیا با هم حل کنیم. امیر صدرا خب سلام. سلام پسرم، خوبی؟ خب بله. امیر صدر را چونیم 704 به اضافه 110 چی کار کنیم؟ 704 به اضافه 10 بله 110. اول چی کار میکنیم؟ اول دور ستاییه، اول کل عدد بالا با صدگان عدد پایین. عدد پایین بله. چه جواب؟ جوابمون میشود خانم بله اینجا این بالا رو با صدگان پایین میشه 804 میشه. آفرین 804. خب چی رو باید بیاریم پایین؟ حالا ده رو میاریم پایین خانم. بله ده. خب بعدش میشه 814. همین راه، همین خوشمزگی. دیگه نیاز بود، دیگه نیاز بود که دوباره بگیم صفر رو داریم صفرم بیاریم پایین؟ نه صفر جوابش تو جواب ما تأثیری. فرهام جان، جانم پسر گلم،
بچه اینو خیلی با هم کار میکنیم. تفریقش هم امروز یاد نمیدیم. البته تفریقش هم همینه. سلام خانم. سلام عزیزم جونم. بسن بگم منم میتونم بیه توضیح منم بگم ببینم درسته یا نه. خب این 400 اینو به هم بگو. 410 به اضافه 320 رو بگو. 400 به اضافه 200 300 این سومیه. بله خب از رو تخته بگو. به کتابت نگاه نکن. بله 400 اول میاری، بعد با 3 جمع، بعد با 100 کنش جمع میکنیم میشه چند؟ میشه 700. 710 عدد بالا رو بمل بیانیم دیگه. 710 خب بله. بعد تو عدد بیرون مونده تنها 20. آفرین. ده هم که به اضافه 20 میشه 30. بله. بعد ده رو به اضافه 20ش میکنیم میشه 730. آفرین. به همین راحتی به همین خوشمزگی. موقعی که شما دو رقمی رو خوب انجام دادید سر رقمی دیگه کاری نداره. بچه ها ما تا همینجا بسته تفریقش رو فردا آموزش میدم. اشکال نداره خانم، خوب کاری کردید. آره کمک کنین اشکال نداره. اولشه بچه ها حالا تا راه میفتن خوب میشه. خب میگم یادتونه همون اول سال گفتم کلاس دوم یه مقدار مطالبش سنگینه. خب پسر گلم همه نوشتین؟ اگه کسی ننوشته دست بالا کنه من برای صبر کنم، ولی میدونم فکر کنم همه نوشتین. آرشا ننوشتی؟ آرشا خانم من نوشتم، ولی میخواستم بگم که من این 5 تا رو توی دفترم نوشتم. خیلی کار خوبی کردی. آفرین. فقط این که عکسش رو من بفرست. الان براتون میفرستم. مرسی پسر خوشگلم. آقا خب چقدر شما خوبین. آخه من چی بگم دیگه. خب پسرای گلم من فیلم فصل 5 سه شاخک رو براتون کاملش چون امیر حسین زحمت کشید. خدایی من خیلی ناراحتم که فیلم سه شاخک رو نصفه برات شما نشدم. خب خیلی کلافه بودم. بعد امیر حسین گشت برام پیدا کرد به عشق شماها. حله اونو میذارم زنگ آخر نشونتون میدم. خوبه که زنگ آخر حالا یه مقدار تجدید قوا کنید. الان میریم سراغ فارسی که یه مقدار دیگه ریاضی رو هم خیلی زوم کنیم. جز خستگی چیزی نداره. سعی میکنیم تا حدی درس بدیم که ذهنتون خسته نشه. درسم گاهی بچه های کوچولو این دیگه نگران میشن با ما این درس رو یاد نگرفتیم. درس هم مثل درس های دیگه خیلی خوب یاد میگیریم. خیلی خوب فوت آب حلش میکنیم. یعنی چشتون رو میبندین حلش میکنین. هر سال من کلن قانونم اینه که کتاب فارسیتون رو بیارین که کلاس میذارم اولیا هر سال که اولیا یز بیان و من این جمع و تفریقا رو بهشون آموزش بدم. خب امسال دیگه نیاز به کلاس نی. خود اولیای عزیز نشستن و آموزش میبینن. صفحه 74 هم باز کنید.
آرشا درست بود، ولی یکانا زیر یکشه، دهکان زیر دهکان. 274 به اضافه 513. بچه ها ببینید، من تخته حل میکنم، بعد دوباره اینطوری میشه. خب یه ذره راستش ناراحت میشه، میبینم که پای تخته دونه دونه حل کردم، بعد دوباره جواب اشتباه برای من فرستاده میشه. یه کمی خستگی میمونه تو تنم. دونه داریم حل میکنیم عزیزای دلم. اپا تخته صحیحش رو بنویسید. خب بچه های من، صفحه 74 کتاب فارسیتون رو باز کنین. درس ما در مورد فارسی بود، درست و نادرست. آره تخته با نوشتن لج داره، کتابم داره تموم میشه، کتابم تموم میشه، دومم تموم میشه، سومم تموم میشه. دنیا مثل یک چشم بر هم زدن عزیزان دلم. چشم به هم میزنین میبینین آقا شدین، بزرگ شدین، رفتین دانشگاه، آقا دکتر شدین، آقا مهندس شدین. چشم به هم میزنین میگذره، ایشالله عاقبت به خیر بشین. آرامگاه فردوس در شهر مشهد قرار دارد، درست یا نادرست؟ نادرست. آفرین. در شهر طوس قرار دارد. همه داستانهای شاهنامه به شعر است، درست. شاهنامه کلن همهش به شعره. فردوس 40 سال زحمت کشید تا کتاب شاهنامه را نوشت، نادرسته. فرهام جان کارم داری پسرم جونم، گوش کن و بگو. شاهنامه فردوسی درباره چیست؟ فرهام جان، شاهنامه فردوسی درباره چیه؟ در مورد پهلوانای ایران، در مورد. آفرین آفرین. بعد خانم، جان بزرگ، گفتید یه بزرگترین پهلوان قدیم چی بود؟ رستم. رستم آدمی بود. تصادفی دین دین نصفش کرد. خب روز به سلام. سلام روز به، خوبی؟ روز به، صدا دوربین بده. سلام خوبی؟ بله. چه خبر ها؟ سلامتی ای جان، ایشالله همیشه سلامت باشی. روز اسم پسر رستم سهراب. سهراب، منم که نشنیدم مامانت رسوند. خوب بری خانم فرشپور، خوب کردین، هوای بچه های منو داشته باشین. خیلی خوب، مرسی. یه چیز دیگه میگی؟ یه چیز دیگه میگم. بعد چند سال فردوسی زحمت کشید تا 30 سال. 30 سال، آفرین. متشکرم ای جونم، خیلی خوبه. منم امیر حسین گاهی میخواد درس جواب بده، کمکش میکنم از دور، اینطوری با ایمایش. خب واژه سازی، امروز ما میخوایم یه چیز جدید به شما یاد بدیم. مدادهاتون زمین. یه خستگی در کنین، من نکردم این تفریحم را برم نشستم. خب
بچه ها دستامون اینطوری کنیم. آها یه خستگی در کنیم با هم همه دستامون رو قشنگ اینطوری کنیم. آخه خودمون رو بکشیم. خب و اما مداداتون زمین شیشتونگتون با من. واژه سازی چی میخوام امروز بهتون یاد بدم؟ الان من میام در مورد چیز صحبت میکنم. بذارین من یه چیزی بیارم. بذارین من نمونه عینی براتون بیارم. میخوام این درس درس خوبیه. میخوام حسابی یادش. خب چی آوردم براتون؟ الان دوربینم رو فعال میکنم. خب گل آوردم. ببینید من اینجا. سلام سلام. این گلیه که شما زحمت کشیدین و روز کارنامه برام آوردین. شما البته خودتون گلین و اما سه گل دارم من اینجا. البته گلدون زیاد داریم. گلدونم اونجا. الان من میام میگم که گلدان زرد بزرگ است. گلدان زرد بزرگ است. بعد میام این گلدان رو با این مقایسه میکنم. این گروته بچه ها میشناسینش؟ بذارین هاتون رو فعال کنم. یه شخصیه هم تو بازی. من خودم خیلی دوستش دارم گروت. بعد پسرم خیلی دوستش داشت. سفارش دادیم. آره گروت تو میگنم همه تو سفارشم دیجیکالا آورد. بعد کردیمش گل. یه گل کاشتیم. اینقدرم خوشیومن گل داره میده. خب میان میگیم که آره انتقام جویا. میان میگیم که گل زرد زرده ها بچه ها تو دوربین بزرگتر از گلدان گروت است. پس گلدان زرد بزرگ است. دیگه حواسا با من. بزرگ. کلمه بزرگ رو ما آوردیم. بزرگ. بعد میگیم گلدان زرد بزرگتر از گلدان گروت است. اومدیم دو تا گلدان رو با هم مقایسه کردیم و به بزرگتر اضافه کردیم. پس من اومدم دو تا گلدان رو با هم مقایسه کردم. گلدان زرد. بچه ها دیگه من پیام ها رو نبند. خب من سعی میکنم تو درس ها از چیزهایی استفاده کنم که مورد پسند پسراست. خب ولی این باعث نشه که حواستون پرت بشه. ممنون از شما. خب پس گلدان زرد بزرگ است. کلمه بزرگ آوردیم. حالا آمدیم دو تا گلدان رو با هم مقایسه کردیم. گلدان زرد بزرگتر از گلدان گروت است. بزرگتر. دو تا رو با هم مقایسه کردیم. و اما میایم میگیم حالا من میام میگم که بیایم این گلدون. من تو خونمون میگم گلدون زیاد دارم ولی نمیتونم بیارمشون دیگه. همه رو بیارم دیگه من دیده نمیشم. هشتم اونجا گلدون داریم و حالا یکی دو تا هم اینجاست. ولی حالا من میخوام اینو این گلدانو بین همه گلدونام مقایسه کنم. پس گلدان زرد بزرگه. گلدان زرد بزرگتر. اومدم دو تا چیز رو با هم مقایسه کردم. تر اضافه کردم. بزرگتر از گلدان گروت هست. و اما میام یه گلدون دیگه هم میارم. یعنی گلدانهاشو جمع ادان. دیگه تونیم بگیم تر. میگیم گلدان زرد بزرگترین
گلدان است. چرا ترین بهش اضافه کردیم؟ چون توی کل داریم مقایسش کنیم. توی کل گلدون ها. الان من میام میگم که مهناز زرنگ است. حالا میام بین دو نفر مقایسه میکنم مهناز و مهناز زرنگ تر از مهشید است. حالا میام مهناز رو تو کل دخترهای کلاس مقایسش میکنم، مهناز زرنگ ترین دختر کلاس است. پس موقعی که بین دو تا چیز میخوایم مقایسه کنیم تر میاریم، ولی بین همه ترین اضافه میشه. خب این گلدونا برن سر جاشون، ما درسمونو ادامه بدیم. سلام سلام، من دوستتون دارم، بوشتون کنم. بچه ببینید چقدر بانمه که اینقدر دوستش دارم، به خصوص اونجا که اصلا هیچی بلد نیست حرف بزنه، فقط میگه بود گروت. خیلی دوستش دارم. تو بازی PS4 هم رو دوش یکی از این چیزاست، شخصیت ها میپره این ور اون. من دیگه همه شخصیت ها رو میشناسم، اینقدر پسرای من دیگه. خب آد درختی، خب میریم سراغ کتاب. کتابتون رو باز کنین. فردوسی شاعر بزرگ ایران است. از فردوسی شاعر بزرگ ایران است. خودش رو گفته. با هیچی مقایسهش نکرده. دیگه حواس ها به من. دیگه حواس ها به من. هر موقع تو نمیبندم. مثل اینه که به زور بگم وارد کلاس شیم. فردوسی حالا میاد فردوسی رو بین دو تا شاعر داره مقایسه میکنه. فردوسی از بعضی شاعران زمان خود بزرگتر است. بین دو تا یا چند تا. ولی حالا میاد فردوسی رو تو کل شاعرای ایران مقایسه میکنه. فردوسی یکی از بزرگترین شاعر ایران است. پس ترین شهر مشهد بزرگ است. شهر مشهد از طوس بزرگتر است. مشهد رو با طوس مقایسه کرده، دو تا شهر رو با هم مقایسه کرده و به بزرگتر اضافه کرده. حالا میاد مشهد رو توی کل مقایسه میکنه. شهر مشهد یکی از بزرگترین شهرهای ایران است. حالا تو بگو. خودتون این قسمت پایین میل کنین. چیزی خاصی نیست که من بخوام کمکتون کنم. یه بار به کلمه تر اضافه کرده، یه بار ترین. زیبا، زیباتر، زیباترین. خودتون لطفاً کاملش کنین. آروین عباسی دست بالا کن پسرم. سلام، ببین بده ببینمت. آروین عباسی سر ببین بده عزیزم. سلام، خوبی؟ خوبی؟ بله. خب به دور تر اضافه کن. دورترین. بله آفرین. بنویسم همه رو. بعد دوربینت هم یک ثابت باشه پسرم، هی دستت نباشه. میدونی چرا اگر دستت باشه چه کاغذ دست میمیره عزیز دلم؟ بکنید این دائم بستمونه. خب با چی بنویسیم؟ با چی انجام بدیم؟ کاملش کنید لطفاً.
خب سلام در صفحه بعد صفحه 75 بیاموز و بگو قسمت الفش رو نگاه کنین سال گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم پارسال با پدر و مادرم مشهد رفته بودم یک سال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم ماه گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم خب قسمت گفته من دیروز کتاب را به کتابخانه بردم من امروز کتاب را به کتابخانه بردم من صبح زود کتاب را به کتابخانه بردم. من هفته گذشته کتاب را به کتابخانه بردم. خب فعلی که برای سال گذشته بوده، برای ماه گذشته بوده، برای 10 سال پیش بوده یکیه. فعل برای کلمه میاد. کاری که انجام میدیم، رفته بودم. کار انجام دادیم دیگه، رفته. فعلی هم که دیروز و امروز صبح و یه گذشته نزدیک گذشته خیلی ازش دور نشدیم هم یک کلمه است کتاب را به کتابخانه بردم دیروز امروز بردم صبح زود بردم هفته گذشته بردم ولی نمیتونیم بگیم ماه گذشته بردم ماه گذشته برده بودم حالا اینا رو ما انقدر جزئی بهش کلاس دوم نگاه نمی کنیم انشاءالله میدونه های بعد مفصل تر یاد می گیریم فقط این که تو جمله بتونیم به کارمش کلاس دوم ما از شما همینو می خواهیم حالا تو بگو من پارسال در مسابقه علمی مدرسه نفر اول شدم خودتون بگیم من ماه گذشته در مسابقه علمی مدرسه نفر اول شدم به جای پارسال آوردم ماه گذشته در واقع رفته بودم و بردم اینا برای گذشته است یعنی زمانی که ازش رد شدیم اما الان من میخوام بگم الان کتاب را به کتابخانه میبرم من الان کتاب را به کتابخانه میبرم میگم خیلی کلی تو کلاس دوم در صحبت میشه یا مثلا در آینده من فردا کتاب را به کتابخانه خواهم برد.
پایینیش هم میتونیم سال گذشته در مسابقه علمی مدرسه نفر اول شد. خب پیدا کن و بگو اسمایی که تو درس اومده چیه بچه ها؟ بذار پیام ها رو فعال کنم. اسم بچه ها من گاهی که پیام ها رو میبنده اینه که لیست اسم ها بزرگتر بشه و من بتونم اسم ها رو ببینم، یعنی دنبال یه دانش آموز میخوام بگردم اینو میبرم که ببینم. خب اسمایی که در درس اومده بچه ها چیه؟ بگید. فردوسی دیگه، فردوسی دوباره، اسم اثری، اسم امام رضا، فرزی، رستم، اینا اسمن بچه ها. یه چیزی اینو بگم، این درسمون نیست ولی اینو میگم برای معلوماتتون. ما به یه چیزایی میگیم اسم خاص، معنی نداره. اسم خاصه یعنی چی؟ یا اسمشو میبریم یاد اون مطلب میفتیم، یاد اون فرد میفتیم. اینم اسم فردوسی، سهراب، رستم، امام رضا دیگه نیاز به توضیح ندارن، ما به اینها میگیم اسم خاص. این یه چیز اضافه بود گفتم یاد بگیرم، درستون نیست گفتم یه چیزی. کلمه هایی که در آنها حرف ش به کار رفته، آفره حرف ش گذشته دیگه، مشهد، همه کمک کنین، شاهنامه، آفرین سید امیر حسین جانم، شاهنامه دیگه، شهر دیگه 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 دیگه، بدوین بینین ور بازار، فرش تو درس داشتیم، فرش آروین گل محمدی، نه پسرم نداشتیم عزیزم، فرش، شعر، شاعر، برگشتن، مشهد. خب خب آقای علی معینی، سلام علی، خوبی؟ سرگلم خوبم. علی چرا دوم میهن ما به فردوسی احترام میذارن؟ چی؟ چرا مردم ما به فردوسی احترام میذارن؟ برای اینکه شاعر بزرگیه. آفرین، شاعر بزرگیه، بله شاعر بزرگیه، برای اینکه زبان فارسی نگه داشته. بله به جز فردوسی کدام یک از شاعر شناسید؟ اون پایین بنویسید. حافظ، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. سعدی، بله گلستان، بوستان سعدی خیلی معروفه. بله
شاعرای شعر نو رو کیو میشناسین؟ میخواستم سهراب سپهری. بله امیر رضا، مرسی، متشکرم. سهراب سپهری: به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. اینو روی سنگ قبرش نوشته. پروین اعتصامی، اعتصامی بچه شعراش خیلی شنگه. خب کتابخانی، نام کتابی که هفته پیش خوندین، نام کتابی که هفته پیش خوندین. مولانا فریدون مشیری. فریدون مشیری شعر کوچش معروفه: بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. به شعرش خشنگه، من هر روز دینم گوش میدم. مریم که گفتیم، بله. خب در نهان خانه جانم گل یاد تو چید، اتر صد خاطر پیچید. خب نام کتابی که هفته پیش خوانده چی بود بچه ها؟ نام کتابی که هفته پیش خوانده. بچه ها پیج شخصی من گاهی تو پیج خصوصیم چیزای ادبی بیشتر میذارم، چیزای خوب نمیذارم، چندان خوشایند نیست. حالا اسم فریدون مشیری اومد، من دوربینو بزرگ میکنم. این فریدون مشیری بچه. این فریدون مشیریه. همه تن چشم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخت، آب صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آن شبی با هم از اون کوچه گذشتیم، هر گشون خلوت دلخواست داشتیم، ساعتی بر لب آن جوی الانیه، ولی دیگه نمیذارمش. اینم آقای فریدون مشیری بود. آقای مشیری رو من خیلی دوستش دارم، مولانا رو خیلی دوستش دارم، شعرهای مولانا رو، سهراب سپهری. سهراب سپهری یه کتاب داره به نام هشت کتاب، که هشت کتاب سهراب، البته کتابشه. شعرهای سهراب سپهری رو جمع کردن اونجا. خب بچه های من زنگ تفریحه، برین استراحت کنین. زنگ بعد قوی انرژی بیاید با کتابای علومتون. امیر صدرا کار داری؟ امیر صدرا رفتی؟ کار داشتی اینقدر زود رفتی؟